منابع خبری از درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان خبر دادند او پس از یک دهه حکومت در بیمارستانی در ریاض جان باخت و با مرگش برادر او امیر سلمان ولیعهد 79 ساله عربستان پادشاه کشور شد حسن روحانی رئیس جمهور ایران با انتشار پیامی درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی را به دولت و ملت عربستان و خاندان آل سعود تسلیت گفت قرار است محمد جواد ظریف به نمایندگی از ایران در مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله شرکت کند گزارش های منابع خبری عربی حاکی است که ملک عبدالله پادشاه عربستان بامداد روز جمعه سوم بهمن در سن 90 سالگی درگذشت. امیر سلمان ولیعهد عربستان با اعلام این خبر گفته است که ملک عبدالله در بیمارستانی در ریاض درگذشته است. به گزارش رسانه های عربستان امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند تلویزیون دولتی عربستان در ساعات اولیه بامداد جمعه پخش برنامه های عادی خود را قطع و اقدام به پخش قرآن کرد پادشاه عربستان روز 31 دسامبر در بیمارستان بستری شد و بعد نتایج آزمایشات پزشکی مشخص کرد که به ذاتوریه مبتلا شده است. ملک عبدالله که متولد سال 1924 بود در سال 2005 پادشاه عربستان شد و در طول ده سال میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی عربستان را صرف مدرنازیسیون سیستم آموزشی این کشور کرد و آغازگر گزایش های اقتصادی چشمبیری در این کشور شد. در دوران حکومت او عربستان به سازمان تجارت جهانی پیوست وی به عنوان یک رفرمیست تحولات مهمی را باعث شد که از آن جمله میتوان به برپایی دانشگاه مختلط گزینش زنان در مجلس شورای سعودی و دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به آنها در شوراهای شهر و روستا اعزام هزار پسر و دختر سعودی برای تحصیلات تخصص به آمریکا بریتانیا، فرانسه و کانادا و چند کشور دیگر اجرای طرح موفق خانهسازی برای طبقات کم درآمد، پاک کردن قروز مردم کم درآمد به بانک ها، برقراری سیستم بیمه بیکاری، بهداشت همگیر مجانی، بهبودی بخشیدن به اوضاع کارگران خارجی مقیم عربستان و بازسازی حرم مکی و مزار پیامبر اسلام در مدینه در سطح داخلی و کمک به آشتی و مصالحه بین کشورهای عربی و اسلامی و اتخاذ مواضع قاطع در برابر اسرائیل و ایالات متحده در سطح بین المللی اشاره کرد. پادشاه جدید سعودی نیم ساعت پس از درگذشت ملک عبدالله به تخت نشست و بلافاصله اعضای شورای بیعت متشکل از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز مؤسس دولت سعودی با او بیعت کردند. پسر 25 ملک عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار پادشاه سعودی است. او از چند سال پیش دبیر و رئیس شورای خاندان حاکم است. در 18 جویه 2012 دو پس از درگذشت شاهزاده نایف بن عبدالعزیز با او به عنوان ولی عهد سعودی بیعت شده بود. در نوامبر 2011 او به عنوان وزیر دفاع پادشاهی سعودی انتخاب شد. پیش از آن از سال 1954 به مدت بیش از 50 سال امیر منطقه ریاض بود. همزمان شورای بیعت با امیر مقرن بن عبدالعزیز که سال گذشته به مقام ولی ولیعت و معاون دوم نخست وزیر انتخاب شده بود به عنوان معاون اول نخست وزیر و ولی ولیعت انتخاب شد او که پیش از این امیر مدینه و رئیس سازمان اطلاعات سعودی بوده است سابقه خلبانی در ارتش را دارد و تحصیل کرده آمریکاست پادشاه جدید امیر محمد بن نایف را نیز به عنوان ولی ولیعت برگزید و ریاست دفتر خود را به فرزندش محمد بن سلمان که به مقام وزیر دفاع انتخاب شده واگذار کرد. ساعتی پس از اعلام خبر درگذشت ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، رهبران و مقامهای ارشد کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند و متحدان غربی ریاض نقشش را ستوده و از او به احترام یاد کردند. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خبر درگذشت ملک عبدالله او را رهبری رک توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز گفته است هیئت آمریکایی برای ادای احترام به پادشاه درگذشته را رهبری خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده نیز پادشاه درگذشته عربستان را دوست و شریکی عزیز خطاب کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیگر هم پیمان نزدیک غرب به گفته از شنیدن این خبر شدیداً اندوهگین شده است او ابراز امیدواری کرده است که روابط عمیق و طولانی مدت دو کشور همچنان ادامه پیدا کند ناراندرا مودی نخست وزیر هند در صفحه توییتر خود ملک عبدالله را صدایی مهم توصیف کرده است که بر کشور خود تأثیر عمیق گذاشته است بیانیه از سوی دولت فرانسه در ستایش از نقش ملک عبدالله منتشر شده است. عبدالفتاح سیسی و ملک عبدالله رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن سفر خود به نشست جهانی اقتصاد در داووس را برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه عربستان سعودی نیمه کاره گذاشتند. قرار است مراسم تشییع پیکر ملک عبدالله روز جمعه در ریاض انجام شود. در این زمینه همکارم گفتگوی انجام داده با دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. سلام به شما خوش آمدید به بخش خبر درود به شما همانطور که در جریان هستید بامداد جمعه ملک عبدالله در گذشتن. من میخواستم قدری از کارنامه سیاسی ایشون سابقه فعالیت هاشون بر ما بگیم ملک عبدالله معروف بود در عربستان سعودی به عنوان آدمی که دلبستگی بسیاری به سنت و به صحرا و به اون زندگی داشت که در واقع مدرنیته مدرنیزم داره از بین میبردش مزرعی داشت بیرون ریاض هر وقت فرصتی پیدا میکرد میرفت تو اون مزرعش و جمعه ها اونجا بود پنجشنبه ها اونجا بود به سواری و تیراندازی و اون زندگی شکار با باز و از این کارا میپرداخت. آدم ساده ای بود با مردم خیلی نزدیک بود محبوب ترین پادشاه سعودی بعد از ملک فیصل بود و تو این ده سالی که پادشاه بود اقدامات اساسی کرد یعنی 20 دانشگاه درست کرد در عرض همین ده سال دانشگاه مختلف درست کرد دختر پسر در کنار هم به زنها حق رای داد حق انتخاب شدن و رای دادن در انجمنهای شهر و روستا در شورای سعودی شورای مشورتی سی کرسی رو برای زنها گذاشت و در, در کلن در عربستان بسیار در محبوبی بود سال دو سال قبلم که اومد قرضای آدمای مستحق رو بخشید به بانک ها و بیمه بیکاری برقرار کرد و خیلی از این کارهایی که بر حال در نوع خودش با میارهای عربستان یه رفرمیست به معنای واقعی بود در سطح روابط خارجیش هم آدم معتدلی بود دوراندیش بود هیچ وقت انفعالی عمل نمیکرد. یادم از تنها باری که انفعالی عمل کرد در کنفرانس سران عرب بود معمر القذافی حرف بدی زد گفت شما همتون تو دامن آمریکایی و به قدری عصبانی شد که از این ور داد زد تو نوکر آمریکایی تو تو دامن اونا بودی شما همتون وابسته هستید ولی در بقیه مواقع خیلی آرام و متین صحبت به انجام نه. اصلاحات اشاره کردید به نظر شما آیا دوران پس از آقای عبدالله هم اصلاحات ادامه دار خواهد بود؟ بله ببینید تمام اون ترکیب سر جاشه وزرا رو هیچ کدوم تغییر ندادن جز وزیر دفاع که امیر محمد فرزند امیر سلمان اومد جای پدر رو گرفت چون امیر سلمان شد پادشاه مقامش رو داد به پسرش و در مجموع تغییراتی صورت نگرفته امیر مقرن که الان ولیعهده و قبلا ولیعهده دوم بود او نقش خیلی اساسی داره یه آدمی در امریکا درس خونده خلبان بوده آدم خیلی روشن فکریه و میگویند در کنار ملک عبدالله او نقش خیلی اساسی داشت به همین دلیل پادشاه فکر کرد بعد از خودش ولیعهدی او رو تثبیت کنه و به این ترتیب در واقع او ولیعهد شد و جالب اینه که بعد از اون سلمان اومد نسل سوم رو آورد یعنی دیگه یکی از برادرها نشد ولیهد ولایت بلکه امیر محمد وزیر کشور که پسر نایفه اون شد ولیهد ولایت یعنی وقتی مقرن شاه میشه اون میشه ولیعت یکی از عمده ترین های آقای عبدالله بحث امنیت و ثبات منطقه بود که بارها توی واکنش های مختلفی نسبت به ناآرامی‌ها و بی ثبات ها توی منطقه نشون داده بود به نظر شما آیا مرگ آقای عبدالله منجر به بی ثباتی یا عدم امنیت در منطقه خواهد شد یا به گسترش رفتارهای رادیکالیسم و یا گروه های تندرو در منطقه دامن خواهد زد؟ نه تصور نمی کنم. ببینید سلمان هم تو همون خط فکری و ملک سلمان پنجاه سال امیر ریاض بود پایه های این فاندیمنتالیست و افرادگرایی از همون ریاض شروع شد و او به شدت باش مبارزه کرد آدم روشنیه و فرزندان تحصیل کرده خیلی خوبی دا یکی از فرزندانش همون فضانوردی است که با فضانوردان آمریکایی رفت به فضا و کلا در اطرافش شایعات راجع به فساد و این حرفا نیست خیلی کلینه مثل خود عبدالله اینه که به نظر من مردم استقبال کردن یعنی همین واکنش های چند ساعت گذشته نشون میده در اینی که فقدان عبدالله براشون خیلی سنگینه با یک از نظر سیاسی مده وزن بزرگی بود دیدیم که اوباما راجبش چه گفت و بنابراین میخوام بگم فقدان اون خیلی سنگینه ولی خیلی سریع اینا تونستن با اون نظمی که وجود داره نیم ساعت بعد جانشین شورای بیعت باش بیعت کرد بعد با ولیعت و خیلی همه چیز سموت آروم صورت گرفت انجام شد یکی از عمده ترین مسائلی که در حال حاضر وجود داره به حال ایران و عربستان دو کشور مهم منطقه هستند بحث روابط این دو کشور پس از مرگ عبدالله با توجه به اینکه رابطه تهران و ریاض همواره افت و داشته به خصوص بعد از دوران احمدی نژاد که این رابطه مقدار به سردیگرای به نظر شما آیا چشم به سمت و سوی مثبت شدن رابطه میان تهران و ریاض وجود داره عبدالله مرک عبدالله در واقع کسی بود که پایه گذار روابط جدید ایران و سعودی شد سفرش به تهران در جریان کنفرانس اسلامی خیلی خاطره گذاشت نیمه شب قصد شمران کرد گفت دارم میخواد برفو ببینم و براش ترتیب دادن تو کوه کلکجار رفت و یک ساعتی اونجا قدم زد برف دید یه روز منزل آقای رفسنجانی موند اصلا تمام وقت اینه که رابطهش با رفسنجانی با خاتمی رو سعی کرد با احمدی نژاد این رابطه رو داشته باشه ولی تصمیم گیرنده آقای بود و ایشون قصد کمک رساندن به شیعه های منطقه شرقی داشت و همین مسئله مداخله در سوریه در عراق در بحرین روابط رو به هم زد تصور میکنم الانم دولت سعودی در واقع علاقه مند روابطش با تهران بهبود ببخشه و حتی دعوت کردن از وزیر خارجه و میدونیم همین روزا شما خودتون در خبر اشاره کردید که اشتباه کرد وزیر خارجه دعوت رو الان فکر میکنم برای تشریح جنازه ملک عبدالله فرصت طلایی در اختیار تهرانه اگر خود آقای روحانی بره این به منزله یک نقطه عطف عجیب ولی حتی اگر آقای ظریف هم بره میتواند خیلی تاثیرگذار باشه بسیار سپاسگزارم از شرکت در برنامه یکی از سخنگویان کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر ماه مارس نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با او دیدار نخواهد کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنجشنبه دوم بهمن گفت که رئیس جمهوری آمریکا با کاندیدا یا رهبر کشوری که در آستانه انتخابات قرار دارد دیدار نمی کند. انتخابات سراسری اسرائیل اواسط ماه مارس برگزار می شود. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به واشنگتن می رود تا روز سوم مارس در جلسه مشترک کنگره آمریکا با موضوع تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی سخنرانی کند. کاخ سفید اعلام کرده که دعوت رئیس مجلس نمایندگان از نخست وزیر اسرائیل برخلاف پروتکل تشریفاتی است. دیپلومات های ایرانی و آمریکایی گفتگوی دو جانبه و دو روزه ای را از امروز جمعه در شهر زوریخ سوئیس پیش خواهند برد. در خبر مرتبط دیگری با برنامه اتمی ایران نیز سرویس امنیت خارجی اسرائیل موساد گزارش های مربوط به مخالفت خود با گسترش تحریم ها علیه ایران را تکذیب کرد. بر اساس گزارش ها قرار است مذاکرات دو جانبه ای ما بین ایران و ایالات متحده آمریکا در شهر زوریخ سوئیس روزهای جمعه و شنبه 23 و 24 ژانویه برگزار شود. خبرگزاری آلمان می با وجود آنکه تمامی وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک در همایش جهانی اقتصاد شرکت می جویند برگزاری نشست دو جانبه ایران و آمریکا در سوئیس و شهر زوریخ قابل تعامل است. سرپرستی هیئت مذاکره کننده آمریکایی در زوریخ بر عده وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکاست. طرفین مذاکره ابراز امیدواری کردند که تا ماه مارس توافق اساسی و تا ماه ژوئیه توافق جامعه را امضا کنند. آنتونی بلکین، معاون وزارت خارجه آمریکا روز 21 ژانویه در جلسه سنا اعلام کرد که ایالات متحده امیدوار است تا ماه مارس به توافقی در پرسش‌های گروهی با ایران دست یابد. او افزود که حصول این توافق مستلزم آمادگی حکومت ایران است. این در حالی است که مذاکرات اتمی آمریکا با ایران بیش از پیش در ایالات متحده به موضوعی سیاسی مبدل می شود. نمایندگان کنگره در حال آماده سازی لایحه‌ای هستند که تحریم‌ها علیه ایران را در صورت عدم دستیابی به توافق جامع تشدید می‌کنند. سهشنبه 20 ژانویه بارک اوباما در نطق سالیانه خود تصریح کرد که در صورت ارائه این لایحه از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. در لایه موسوم به طرح کورت منندس تدابیر تهاجمی و سخیرانه ای در قبال سیاست هسته ایران پیشنهاد شده است. تشدید تحریم ها و پشتیبانی نظامی آمریکا از منافع اسرائیل در صورت ورود این کشور به مناقشه اتمی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این طرح 52 صفحه ای هستند. سناتور لین گراهام از بانیان این طرح تاکید کرده که اگر اوباما هر توافقی با ایران را برای تایید به کنگره بفرستد، به دنبال تحریم‌های جدید نخواهد بود. به موازات اعلام نشست دوجانبه هیئت نمایندگی ایران و آمریکا در زوریخ یادداشت مشترکی با امضای وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن پست منتشر شده که عنوان آن دادن فرصت به ایران است. خانم موگرینی و وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نوشتند برای اولین مرتبه فرصتی پیش آمده که یکی از طولانی ترین تهدیدات امنیتی جهان از مسیری مسالمت جویانه حل شود. آنها این فرصت را تاریخی خوانده و گفتند باید به جهانیان تعهد به دیپلماسی را نشان داد آنها این را هم گفتند اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند و برای توافق جامع نکوشد فشارها افزایش خواهند یافت در رویدادی دیگر هم پس از انتشار گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ درباره اعلام مخالفت کارمندان بلندپایه سرویس امنیت خارجی اسرائیل موساد با اعمال تحریم های تازه آمریکا علیه ایران موساد این خبر را تکذیب کرد. روز 21 ژانویه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود کارمندان موساد هشدار داده اند که تشدید تحریم ها علیه ایران می به شکست مذاکرات هسته ای منتهی شود. دیدگاهی که کاملا با موضوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تضاد است. ناتانیاهو بارها آمادگی سازش غرب با جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و تهران را متهم کرده که زیر پوشش استفاده سلحامیز از انرژی هستئی در پی ساخت بمب اتمی است. بلومبرگ به نقل از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که مقامات بلندپایه موساد گفتند در شرایط فعلی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مثل پرتاب نارنجکی روی میز مذاکرات است. آنچه جان کری به نقل از مأمور موساد گفت با مواضع دولت بارک اوباما انتباق داشت وزیر خارجه آمریکا از این مأمور بلندپایه نام نبرده بود گزارش بلومبرگ درست در روزی منتشر شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای یک سخنرانی به کنگره آمریکا دعوت شده بود ظاهرا قرار است نتانیاهو درباره های انتخاباتی خود و تهدیدهای اتمی ایران و گروههای بنیادگرای اسلامی علیه اسرائیل سخنرانی کند جمهوری خواهان که نتانیاهو را دعوت کرده اند می کوشند طرحی را برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران به تصویب کنگره برسانند. محمد جواد ظریف به خاطر قدم زدن با جانکری در خیابان های ژنو به مجلس فراخوانده شد تا پاسخگوی سارات نمایندگان باشد. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس اعلام کرده طرح سوال از ظریف یک شنبه آینده با امضای بالایی به هیئت رئیسه تقدیم خواهد شد محمد علی تاهری زندانی عقیدتی در آستانه سومین ماه از اعتصاب غذای اخیر خود و انتقال به خارج از زندان پس از آرزه قلبی هنوز به زندان اوین بازگردانده نشده و در مکان نامعلومی نگهداری می شود. گفته می شود آقای تاهری به جای بازگردانده شدن به زندان اوین به طور غیرقانونی به مکانهای دیگر و خانه های مخفی تحت کنترل وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه منتقل شده و اطلاع دقیقی از شرایط و وضعیت سلامتی وی در دست نیست نگرانی های مربوط به صحت و سلامت جانی آقای تاهری انگامی جدی تر می شود که وی پیشتر اعلام کرده بود که تا بسته شدن کامل پرونده افسد ارز خود که بر اساس اتهامات واهی شکل گرفته دست از اتصاب غذا نخواهد کشید و تا پای جان خواهد ایستاد تیم ملی ایران در دیدار یک چهارم نهایی رقابت های جام آسیا در یک بازی پر افتخیز در برابر عراق شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت نتیجه پایانی این بازی پس از 120 دقیقه دوندگی بازیکنان در زمین تصاوی 3 بر 3 بود نتیجه که کار را به ضربات پنالتی کشاند. در نهایت تیم عراق موفق شد در ضربات پنالتی ایران را با نتیجه 7 بر 6 شکست و به نیمه نهایی بازی صعود کند. بر اساس اخبار گروه های حقوق بشری دور جدیدی از بازداشت, بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی در ماه اخیر در ایران آغاز شده است ریبوار کامرانی پور و امیر امیر, امیر غولی از فعالان دانشجویی از جمله بازداشت شدگان ماه اخیر هستند منابع خبری از دور جدید بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی در ایران خبر می‌دهند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین حقوق بشر چندی پیش با ابراز نگرانی از این روند گفته است در ماهای اخیر روند احزار، بازجویی و بازداشت فعالان شبکه های مجازی وارد فاز جدیدی شده است و بسیاری از این افراد یا خانواده های آنها به دلیل نگرانی از بحرانی تر شدن وضعیت حاضر به اطلاع رسانی نیستند. ریوار کامرانی پور فعال دانشجویی و مدنی از جمله بازداشت شدگان اخیر است. او در 19 آذر ماه به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد و از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر میبرد. آقای کامرانی پور دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج و از اعضای کمپین حمایت از کوبانی است. همچنین علا رغم تلاش های خانواده این دانشجو برای کسب اطلاع از وضعیت وی تاکنون اداره اطلاعات و دادسرای دادگاه انقلاب سنندج حاضر به ارائه پاسخ به این خانواده نشدند. امیر امیر قلی فعال دانشجویی از دیگر بازداشت شدگان ماهای اخیر است. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا وی از ده آزر ماه حدود پنجاه روز پیش با حکم دادگاه در بازداشت است و خانواده وی در بیخبری کامل از وضعیت او به سر میبرند. امیر تنها یک بار تماسی کوتاه با خانواده خود گرفته و تا کنون اجازه هیچ گونه ملاقاتی نیز نداشته است. خانواده اش هیچ خبری از اینکه او به چه جرم و در چه محلی در بازداشت به سر میبرد ندارند. این فعال دانشجویی پیش از این نیز در سال 1387 بازداشت و از دانشگاه اخراج شد. زهرا خندان از دیگر بازداشت شدگان این دوره است بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا وی روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی است که دوشنبه 29 دی در منزل خود بازداشت شد زهرا خندان دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روزنامه‌نگار است که سابقه کار در خبرگزاری کار ایران ایلنا را نیز دارد وی پیش از این به دلیل فعالیت دانشجویی در دولت دهم ده به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود گزارش ها همچنین هاکیست فرشته توسی روزنامهنگار و فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و همسرش سجاد درویش فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اواخر آذر ماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند در ادامه این روند پرستو بیرانوند روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق زنان در منزل شخصی خود بازداشت شد همچنین سها مرتضایی از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 29 آذر ماه از بازداشت آزاد اما روز بعد مجددا با مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد. آتنا فرقدانی فعال حقوق کودک از دیگر بازداشت شدگان است. او در شهریور ماه بازداشت شد و حدود دو ماه در بازداشت بود. یکی از مواردی که در ارتباط با پرونده او مطرح شده کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس ایران پس از مطرح شدن طرحی برای ممنوعیت واز است. خانم فرقدانی پس از آزادی با انتشار ویدیویی گفت که در دوران بازداشتش در بند دو الف سپا معموران زن در بازرسی بدنی او را برهنه کرده و برخورد خشنی با او کردند. این فعال حقوق کودک در 20 دیماه در حالی که برای جلسه دادگاهش احضار شده بود، بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. مهدیه گررو نیز از جمله فعالان دانشجویی است که در آبان ماه پس از شرکت در تجمع اعتراضی به اسید پاشی در اصفهان بازداشت و روانه زندان شد. خانم گررو پیش از این در آذر ماه سال 88 بازداشت و از سوی دادگاه به تحمل دو سال و شش ماه حبس محکوم شد و در اردیبهشت ماه سال 1391 از زندان اوین آزاد شد. دور تازه بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی در ایران در شرایطی است که دو سال از حضور حسن روحانی در سمت رئیس جمهوری می‌گذرد و علا رغم وعده وعده‌های او مبنی بر آزاد شدن فضای باز سیاسی همچنان روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجوها بازداشت و روزنامه ها نیز توقیف می‌شود به تازگی روزنامه مردم امروز توقیف شد عبدالرب منصور هادی در پی درخواست حسی ها برای واگذاری امتیازات بیشتر به این گروه درخواست استعفای خود را به پارلمان کشور ارائه کرد. پارلمان یمن استعفای وی را نپذیرفته است. رئیس جمهوری یمن تحت فشار شورشیان شیعه حوسی که پایتخت کشور را از سپتامبر سال گذشته تصرف کرده اند استعفا داد. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که پارلمان یمن استعفای وی را نپذیرفته است. یک مقام یمنی به این خبرگزاری گفت رئیس پارلمان از عدم پذیرش استعفای رئیس جمهوری خبر داده و گفته است روز جمعه مجلس این کشور نشستی استراری برگزار خواهد کرد. در همین حال یکی از رهبران ارشد گروه حوسی با استقبال از استعفای منصورهادی هادی خواستار تشکیل شورای ریاست جمهوری شد که در آن علاوه بر نماینده این گروه افرادی از ارتش و برخی از احزاب سیاسی نیز حضور داشته باشند. مالک یوسف الفیشی از رهبران برجسته انصار الله در پیامی توییتری گفته است یمن در حال گذار به سوی امنیت، ثبات، آسایش و پیشرفت است. وی استعفای منصور هادی را خبر خوبی برای همه یمنی ها دانسته است. گزارش دیگری حاکی است که چهار استان در جنوب یمن اعلام کردند از این پس از صنعا دستور نمیگیرند. چندین مقام رسمی یمن که نخواستند نامی از آنها برده شود در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتند که کابینه خالد بهاه نخست وزیر کشور استعفای خود را روز پنج شنبه اعلام کرده است. استعفای دولت یمن در حالی است که جمال بنومر نماینده سازمان ملل در مسائل یمن در دیدار با نمایندگان حوسی و مقامات دولتی تلاش کرده بود که با رسیدن به یک توافق به بحران موجود خاتمه دهد. این توافق شامل عقب نشینی نیروهای حوسی از منزل شخصی رئیس جمهوری، کاخ ریاست جمهوری و نهادهای کلیدی دولت یمن بود که در محاصره یا تصرف شورشیان شیعه حوسی است تا زمینه برای مذاکرات و واگذاری برخی امتیازات به این گروه مورد حمایت ایران فراهم شود. کابینه بها در نوامبر سال گذشته دو ماه بعد از حمله حوسی ها به پایتخت تحت قرارداد صلحی میان حوسی ها و دولت زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد. در خبری دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای که در جریان نشست فوقالعاده در ریاض صادر کردند تاکید کردند رخدادهای صنعا را کودتا علیه مشروعیت و قانون میدانند وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس همچنین اقدامات انصارالله را عملیات تروریستی دانسته و نتایج حاصل از آن را به مسابه نابود کردن روند سیاسی در جمهوری دوست و برادر یمن برشمرده و اعلام کردند راهکار سیاسی در این کشور متکی به راه حل ابتکاری این شوراست وزیران خارجه این شورا همچنین اعلام کردند در صورتی فرستاده دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به یمن اعزام می شود که انصار الله از مقر ریاست جمهور و منزل رئیس جمهور و رئیس هیئت وزیران بیرون رفته و ایستهای بازرسی منتهی به این اماکن برچیده شده و مدیر دفتر ریاست جمهوری نیز آزاد شود. حوسی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، طی دو روز گذشته نگهبانان خانه منصور هادی را از محوت دور کرده و نیروهای خود را جایگزین کرده بودند. منصور هادی روز چهارشنبه توافق کرده بود که در پیشنویس قانون اساسی تغییراتی اعمال شود و سهم بیشتری از قدرت به این گروه شیعه واگذار شود. اما حوسی ها انتظارات بیشتری در واگذاری امتیازها داشتند از جمله خواستار اعطای پست وزارت دفاع و مراکز استان ها همچنین انتصاب افراد حوسی در دفتر ریاست جمهوری بودند که منصور هادی زیر بار نرفته است بر اساس قوانین یمن در صورتی که رئیس جمهوری استعفا دهد باید یحیی الرائی رئیس پارلمان این کشور مسئولیت های وی را بر عهده بگیرد و یکی از متحدین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن است که خود متهم به دست داشتن در سقوط دولت منصور است. همکنون پایتخت، چند منطقه کشور و نهادهای دولتی در کنترل شورشیان حوسی قرار دارد. یک خودروی بمبگذاری شده هتل محل اقامت هیئت سیاسی ترکیه را منفجر کرد این حمله تروریستی در آستانه سفر رئیس جمهور ترکیه به سومالی صورت گرفت بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد اصر پنجشنبه شبکه دولتی ترکیه خبر از انفجار بمبی مقابل هتلی در پایتخت سومالی رو داد که محل اقامت تعدادی از مسئولین دولتی ترکیه بود این گروه ترک در واقع مسئولین همایون کننده دفتر ریاست جمهوری ترکیه هستند که وظیفه تدارک سفر آقای اردوغان به سومالی رو بر عهده دارند وزارت امور خارجه ترکیه بلافاصله بیانیه رو در این رابطه صادر کرد و گفت هیچ از مقامات ترکیه در این هتل اقامت داشتن کشته نشدن تنها یک نفر به دلیل شکسته شدنش شیشه هتل زخم سطحی برداشته ولی در این حادثه تروریستی متاسفانه پنج نیروی پلیس سومالی کشته شدند گروه اسلامگرای الشباب البته مسئولیت این حمله رو به عهده گرفت پیشتر نیز گروه الشباب حملات مشابهی رو بر علیه ترکیه در سومالی تدارک دیده بود از جمله حمله آپریل سال 2013 به سفارت این کشور سخنگوی اشباب سال گذشته حتی تهدید به افزایش این حملات هم کرده بود و گفته بود برای ما ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فرقی با امریکا و انگلیس نداره او گفته بود ناتو و همپیمانانش همچون ترکیه دشمن اسلام هستند اما از گروهی که خودش رو شاخه از القاعده در افریقا میدونه یکی از تندروترین گروه های اسلامی است که مانند بسیاری از گروه های دیگه از این دست هدفشون تاسیس یک حکومت اسلامی بر اساس شریعت هستش از فعالیتش رو در افریقا از حدود سال 2006 آغاز کرده گفته شده حدود 7000 نفر هم عضو داره طی سالهای 2008 از شباب حتی موفق شده بود بخشای زیادی از سومالی رو تحت اشغال خودش در بیاره اما نیروهای اتحادی افریقا موفق شدن قسمت زیادی از شهرهای تحت اشغال از شباب رو آزاد بکنن به همین دلیل هم هست که از شباب حتی اتحادی افریقا رو همسان با امریکا و انگلیس دشمن اسلام میدونه اما در این میان حمایت مالی و معنوی ترکیه از دولت سومالی موجب خشم اسلامگرایان از شباب شده رجب طیب اردوغان که در سفر اتیوپی به سر میبره پیش از سفر به سومالی در واکنش به این اقدام گروه اشباب گفت که عامل هر گونه اقدام تروریستی قاتل جانی و تروریست می باشد ارغان گفت اگر می که این کار رو به نام اسلام انجام می دهیم باید بگویم که در اسلام چنین چیزی وجود نداره و یک فرد مسلمان نمیتونه خودکشی بکنه احمد داود اغلو نخست وزیر ترکی هم که برای شرکت در اجلاس جهانی اقتصاد در داوس سوئیس به سر میبره گفت که موضع قاطعانه ترکیه در قبال چنین وضعیت های تغییر نخواهد کرد او گفت افریقا جزو سیاست های اولویت دار ما هستش با این همه داود اغلو گفت که دیدار رئیس جمهور از سومالی لغ نخواهد شد به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خود disadvantage in <laughs> soul.